بعضی زنها برای که شوهرشان از پدر و مادر اکه و دادر و خواهرشان روی گرداند، پیش یگان ملا رفته شوهرش را جادوگری میکند. آیا این زن و همان ملا در روز قیامت چه جزا داده میشود؟ با احترام، یکی از مخلصان اشهدی شما. این ملا نیست برادر عزیز، یعنی شما جادوگر گوید. یعنی وقتی زنها پیشی در ما و شما میگن ملاگیش کردن، نه ملاگی نه، بلکه شما گوید که جادوگریش کردن، سحرش کردن. ملاگی گفتن در شما غلط میکنید، نادرست میگوید. و پیشی ملا هم نه، ملا هیچ وقت جادوگر نمیشود، آدم کافر جادوگر میشود. آدمی که از دین روی میگرداند، انسانی که گوییم ایمان ندارد، در نزد پروردگار شرف و قدر ندارد، وای جادوگر است، وای فالبین است. حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما میرسانم، باز گوش اندازین. این مسئله مسئله مهم است. اگر چند روز در کولاب خدا را شکر که قریب که نیست، لیکن در پایتخت خیلی زیاد است. فالبین ها و جادوگر ها مردم به آنها خیلی اعتقاد دارند و بسیار مراجعت میکنند. گوش میدازیم که پیشوای ما معلم حبیب خدا به شما چی وظیفه میدهد، چی دستور میدهد. اگر این حکم حبیب خدا را شما ترک سازید یا اهمیت ندادین، شما در نزد پروردگارتان عاصی و گناهگار هستید. همون حدیثی که الحال خواندم، اجتنب و سبع الموبقات، هفت طایفه که در دنیا و در آخرت هلاک شدن، شرمنده هم در خجالت هم. یکمش کسی است که شریکی در پروردگار میارد، دویمش جادوگر است، دویم نفرش جادوگر است، کسی که در دنیا علم جادو را می آموزد یا علم جادو را با کسی تعلیم میدهد، یا با طریق جادو دویم دلگرمی و دلخنکی و دیگر عملها را انجام میدهد. من اتا عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 لیلا. این حدیث امام مسلم است. حبیب خدا میگوید کسی پیش یک فالبین میرود و آن چیزی که فالبین میگوید، این کس میگوید که راست گفتی. همین کلمه راست گفتیش، حبیب خدا گفت که 40 روزه عبادتت از نامه اعمالت خط زده شد. 40 روزه نماز، یک کلمه ای که گفتی راست گفتی، 40 روز نمازت محروم شدی. میدانی نمازت این برای تو در روز قیامت دستگیر است. تو دستگیری خودت، یاردمچی خودت کرک کردی، نابود کردی. من اتا عرافا او کاهنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. کسی که پیش یک جادوگر میرود، کسی پیش یک آدمی که غیب گپ میزند میرود، کسی پیش یک فالبین میرود و تصدیق میکند آن چیزی که وای میگوید، حبیب خدا گفت فقط کفر بما انزل علی محمد. شما به قرآنی که بر محمد نازل شده از کافر شده. کسی که پیش فالبین یا پیش جادوگر میرود. ان عایشه، این حدیث متفق علیه است، سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس من الکهان. یک گروه مردم پیش حبیب خدا آمدن. عایشه میگوید، مادر مانزن رسول اکرم، دختر ابوبکر صدیق، میگوید من گوش داشتم، نزد حبیب خدا بودم. گفتن که ای حبیب خدا، در حق همین جادوگرها چی میگویی؟ از جادوگرها پرسیدن. لیسو بشیئین. حبیبی خدا گفت جادوگرها این چیزی نیستن. گفت این هیچ چیز نیستن. گفت اینا فقاله یا رسول الله. این مردم گفت ای حبیبی خدا، اینهم یحدثون احیانا بشیئین فیکون حقا. ای حبیبی خدا گفت اونها را گوش انداز.